بفرمایید. هیچ میدونی من این روزا همش دارم برای شما نقشه میکشم. نقشه میکشین واسه من؟ چرا؟ یه راهی پیدا کنم شما نرید. من فکر کنم آقای مهندس قبلنم خدمتون عرض کردم که موندن من اینجا انگیزه میخواد. می انگیزه درست حسابی، یعنی یه چیزی که باعث شه آدم بیخیال هدفش بشه همینجا بمونه، که اونم فعلا پیدا نکردم. پیدا نکردیم، ولی این احتمال هم هست که انگیزه وجود داشته باشه آدم متوجهش نباشه، نیست؟ البته این احتمال هم هست که انگیزه یه جوری خودشون نشون نداده باشه که آدم متوجهش بشه. دیگه نشون دادن از این بیشتر در توانو نیست خود. خیلی من بسه بسه مرسی. شما کار زندگیتون رو دارین، همه چی سر جاشه، دخترتون ماشالله هزار ماشالله دست راستتونه، دیگه چی بگم من؟ خب من با دخترم زندگی میکنم، ولی دخترم میتونه با شما آشنا بشه، شما بیشتر باش آشنا بشین. فقط هم نظر شما و دخترتون مهمه دیگه، یعنی من اصلا معلوم نیست جایگاه همین وسط چیه. نه بالاخره در اثر معاشرت بیشتر شما جایگاه خودتون رو پیدا میکنید. یه سر دیرتر اینو گفته بودین واقعا ناراحت میشدم. سر وقت گفتم. آره من فهم میدم شما که از اون مردایی هستین که فقط حرف مرد مهمه، زن هیچ نظری نباید بده و اینا. خب قطعا نظر من برای خودم خیلی مهمه، ولی نظر من اینه که نظر خانوما خیلی مهمه. چی گفتی؟ چی گفتی؟ چیزی گفتی؟ باز میخوام قربان، مهمان شما هنوز تشریف نیاوردن؟ چرا اومدن؟ زودتر از من اومده بودم، من متوجه نشدم. ببخشید. ببخشید. آقا دست شما دار. سلام. سلام. خوب هستین؟ سلام. اینجا چیکار میکنین؟ اینجا که پاتوق منه، شما اینجا چیکار میکنین؟ اه پاتوقت اینجاست؟ بله. خب ایشون هم معرفی نمیکنی؟ کامران پسرمه. پسرشون هست. خیلی با استعداده، یک تن شرکت رو اداره میکنه. مخصوصا استعدادش توی رانندگی و تجسس خیلی زیاده. شما من نگفته بودین یه پسر داری؟ کار هم نمیخوایی؟ نگفته بودم، خب فرصتش پیش نیومده بود. غذا سفارش ندیدین هنوز؟ غذا میدیم. ما غذا سفارش ندارم؟ اجازه بده من یه صحبت خصوصی باشم. لیست غذا رو میارم. لیست غذا رو همینجا بکنم. چی؟ غذا گفتم لیست بیاره. الان برمیگردم. ببخشید. من الان برمیگردم. وسالدم خدافظی نمیکنم، برمیگردم. سلام. که اینجا پاتوق تو. بله آقا پاتوق. اسم یکی از گارسونای اینجا رو بگو ببینم. بابا من اصلا انتظار نداشتم، باورم نمیشه. آخه بابا شما یه شب منو شام نمیبرین بیرون، یه پول تو جیبه به من نمیده، من این خانوما رو برد اینجا شام بدین. به اندازه قدت صحبت کن، برای چی منو تعقیب میکنی؟ اگه قراره کسی رو تعقیب بکنه، من باید تو رو تعقیب بکنم. کجا میری؟ با کی سر کار داری؟ نه تو منو. تو کجا میدونی من چه سر سری با این خانم دارم؟ من تو مأموریتم، من دارم کار مفیدی برای یه عده‌ای انجام میدم. من 6 میلیارد چک دست این خانم دارم، میدونی؟ 6 میلیارد؟ بله. بابا شما پول تو جیبه من نمیدین، 6 میلیارد دادیم این خانومه؟ نمیدم، ولی یه دفعه 100 برابرشو میگیری. باشه. کجا؟ شام بخوریم دیگه. شام برنامه دو نفره است. بیا این بغل یه فلافلی خوبی است. برو. این غذا خیلی خوشمزه است، نباید سرد بشه. شروع کنید. پسرتون برای شام نمیاد؟ یه موردی پیش اومده بود، فرستادمش انجام بده. ببینم دیگه، پسری، دختری، بچه چیزی دوست دارین داشته باشم؟ نه بس من فرقی نمی کنه، اما اگه داریم بدم نمیاد که بدونم. این پسر از همسر دومه. همینم نگفته بودی. بدشانسی.
که من پسرتون رو دیدم؟ نه، که دوبار ازدواج ناموفق داشتم. سومی نمیخوام یه اتفاق بیفته. فلفل. فلفل. کافی. غذا باید تون باشه. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام. ببخشید مزاحم شدم. چیزی شده؟ بله بله. بگو. آقا لطیف اومدن دنبال سررسید منصور. همون که اون خدا بیامرز قرارای روزانه رو توش یادداشت می‌کرد. بله بله. خب من نمیدونم در مورد کدوم سررسید حرف می‌زنید. یه سررسیدی بوده. مثل که قرار روش بنوشته یا مثلا چیزی که موکلا داشته می‌نوشته یا قرارش رو. خیلی خوب. باشه. حالا در هر صورت هر کدوم از وسایل منصور رو بخواید من آوردم گذاشتم تو انباری. میتونیم بریم اونجا چک کنیم ببینین هست. انباری کجا میتونیم پیدا کنیم؟ پله ها رو بریم پایین بپیچین راست. راست که پیچیدیم از همین پله ها میریم پایین. نه دیگه اونجوری خیلی گیج میشه. بزنین هم یه دونه آدرس میگم. حالا چیز انتهای این پله ها در میاد درست روی انبار. همین هم یه وسیله هست. بیا بیا بیا. آقا لطیف اینجا سوس داره ها. چی داره؟ سوس سر سره اینه. میترسم. بابا یه ذره حیوانه دیگه. بابا کارم واجب تره اون که مرده. سوس که مرده که ترس نداره. شما این بره بگردیم من این بره میگردم. سری سالمه رو پیدا کنیم بدیم خوب. اینجوری بخونم بترم. مرد. تموم شد. خود من میگه نه ترس نه ترس نه اینقدر سیسی آیا این کارش دیگه تمومه. شما این من رو بگردی جمعه بگردی بازه اگه موردی بود حالا هم بکشم آقا جان چایی؟ نمیخورم. برای شما ریختم مخصوصه. از خودم میپرسیدی بهت میگفتم که نمیخورم که نریزی. میخواستم بهتون بگم میشه آدرس جایی رو که مادر جون هست بهم بدین؟ میخوام بیام ببینمشون. لازم نکرد. راستش یه کار کوچیک باهاشون داشتم. میخواستم ببینمشون. محترم نمیخواد تو رو ببینم. اون چرا که باید ببینه دیده. آقا جون چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ چرا آخه اینجوری به من میگین؟ من که کاری نکردم. من فقط میخوام بیام ببینمشون. همین توی دادگاه میبینیش. محترمم میاد دادگاه. این خونه همش برام خاطره است. اما نمیدونم چرا از وقتی که رفتیم خونه تازه دیگه این خاطرات برای مهم نیست. خیلی فکر کردم خونه با خونه فرقی نمی کن. همشون از گچ و سیمان و آجر و آهن درست شدن. این آدمان که فرق میکنه. آدم های خونه ها. شما اهل زخم زبون نبودین آقا جون. هیچکی ندونه شما بهتر از هر کسی میدونین که من تو این ماجرا مقصر نبودم. آره تقصیر تو نیست. تقصیر ماست. تقصیر ما کسی که از خونه بیرونش کردیم سالها ولش کردیم به امون خدا به ما پناه داد. اون وقت تو که مثل گل ازت مراقبت کردیم و رو از خونه پرتاب کرد بیرون. با چون باز داره این حرف رو تکرار میکنی. من کی شما رو از این خونه انداختم بیرون؟ چرا این رو میگی؟ خانم ببخشید ما پیدا نکردیم انباری رو یعنی کامل گشتیم. شما مطمئنی همه بسادی یعنی همه انبار رو داریم؟ همه جا رو خوب گشتیم؟ بله بله ما خوب گشتیم. شما همه انبار رو داریم؟ بله ما همه انبار رو داریم. آخه این راش خیلی طولانی بود. بله این چیزی که دونه تاکسی خور بود. این همه نزدی بود چهار تا پله رو داریم میرسیم به انبار. نه نه یه دونه انباری بیشتر نداریم. وسایل منصورم توش. یعنی وسایل ممکن نیست که مثلا تقسیم بندی کردن یه بخشش رو یه جای دیگه گذاشته باشین یه بخشش تو انبار گذاشته باشین. ببینین وسایل منصور همش توی انباره. مثلا جای دیگه گذاشته فقط باشین. همین فقط خانم گیر ما همین فقطه.
فقدر الان کجاست؟ الان این فقدر اگه شما بگین ممکنه هر سررسیدی تو همون فقدر باشه. آروم باش آروم باش. فقط فقط یه لپتاپه که تو همین لپتاپم خوبه. آره من فکر کنم لپتاپ پرونده‌هاشو میریخت توی اونم داشت. خب همین ممکنه همین باشه. اگه لطف کنی همین لپتاپ کجاست؟ تو اتاق منه. می‌خوام برم بیارم. بعد از شما ببین اون این کجا گذاشتی بابا؟ یعنی بخشش مهمه دیگه. اینکه شما بفرمایید بشینید میام میارم. حسین خدمت یه ذره در دیوار ببینیم. همه الان نگاه همه وسایل گذاشته تو انبار. الان لپتاپ برای بخشش مونده. خیلی واسه. خب بهار جان بله بگو تاریخی که میخوای چک کنم که یه 17 اردیبهشت درسته 17 اردیبهشت میدونم بهار جان خب این موکلای منصور توی 17 اردیبهشتن یه خانم آها همین خانومه بد باشه خانم اگه با خانومی قرار داشته همین بعد خانومه باشه اسمش شیما شرقیه نه شرقیه شیما شرقی همونی که رادم خونه شما غربو نشون دادی من غربی و نه داشتم یواشکی ازت میپرسیدم گفتم گفتی غربو نشون دادی بدم یه خانم دیگه هم اینجا هست یه خانم دیگه همه 17 اردیبهشت کی ببینم چی؟ مونا شیرمرد مونا شیرمرد آدرس تلفن آدرس تلفن ای خودش آدرس مونا تلفن داره بزن میزنی؟ بله 912 آروم بحث آروم 222 خیلی ممنون شب خوبی بود بله عالی بود به من که واقعا خوش گذشت حالا هم یه جور خوبیه ای کاش ای کاشی امیدوارم اون قضیه یادتون نره کدوم قضیه؟ انگیزه آه نه انگیزه رو یادم نمیره یادم میمونه حتما حالا من سعی میکنم که تو همین یکی دو روزه با آرزوشون تماس بگیرم با هم صحبت کنیم هم دیگر رو ببینیم پس تا بعد تماس بگیریم با هم شبتون خوش شب بخیر خداحافظ خداحافظ بفرمایید شما آقای مهندس خواهش میکنم در ضمن خانم شبنم اگه میشه چک تاریخ فردا رو دو روز عقب بندازی چرا مگه مشکلی پیش اومده براتون نه مشکلاتی که تو بازار هست بدقولی‌ها و اینا مطمئن باشید تا دو روزی حتما حسابم پر میکنه باشه مسئله ای نیست فقط آقای مهندس شما که بهتر میدونید چک مال من نیست به نام خواهرمه متوجهم اصلا جای نگرانی خیلی ممنون سلام برسی ممنون خدا نگهدار بفرمایید خواهش می‌کنم چه خبره؟ چه خبره؟ سلام علیکم خانم حال شما واسه چی اومدین اینجا؟ شبنم خانم اینجا خونه منه هر وقت دلم بخواد میام شما بفرمایید به کارتون برسیم بریم بچه‌ها خواهش می‌کنم خانم خدا نگهدار ببخشید من واقعا معذرت میخوام این هم آقای مدعی خونه نبود بله اونا دیگه که اونا اون دختره نوشه اون یکی هم چه میدونم مثل که نامزده دستی جمعی که خونه تصاحب کن کور خونده معلومه با این شده ببخشید من تاریختون رو میخوام بیاین خدا نگهدار شب بخیر معذرت خواهم یه لحظه دویدم سلام حال شما خوبه سلام خب نبینه الان اینجا وایسلی نبینه شما دارید بیاد چی کار داشتی؟ ما همین دنبال یه سر رسید و یه
تقویم و اینا بود. خب احتمال میدادیم که شماره مادر بچه توش باشه. ولی لپتاپ پیدا کردیم. تو لپتاپش پیدا یه شماره پیدا کردیم. حالا داریم پیگیری میکنیم دیگه. چی میگه؟ زنگ داره میزنه. نه زنگ میزنم در دسترس هستم. در دسترس خیلی وقت داره زنگ. خب سوارشیم. آفرمان. شما چی کردین؟ تو قطع نکنم. من هم با خانم شبنم رفتم رستوران که رازیش کنم فردا چک و نقد نکنیم. وسط کامران پیدا شد، حالا به مامانش میگه، نمیدونم چی میشه. خیلی متاسفم آقای مهندس، خیلی خیلی واسه شما باعث دردسر شدیم. میخواییم ما پیش دستی کنیم قبل از اینکه کامران با خانمتون صحبت کنه، ما راجع به قضیه صحبت کنیم، قضیه رو بهشون بگیم. بدتر میشه بفهمه من 2 میلیارد نقد دادم، 6 میلیارد چک کشته، اون وقت این به همه چی نزنیم. ببخشید خیلی عذر میخوام آقا فرهان، ما باعث زحمت شما شدیم، شما به خاطر ما به درد سر افتادی. ولی آقا فرهان شما نمد با این خانم اینقدر نزدیک میشوید. خب ببین، یکیش به خاطر چکه، دو میخواستم ببینم جعلی تو کار هست یا نه. نه دیگه، جعل که نیست دیگه، کارشناسا گفتن نیست، جعل که نیست. آقا لطیف، امضا جعل نیست درسته، اما بینامه هنوز قراره کارشناسی 3 نفره جواب بدن. آه. جواب داد. بهش آدرسو بگیرین، آدرسو داره بوق میخوره. سلام آقا. سلام. خوب هستین؟ با خانم شیرمرد میخواستم صحبت کنم. مادر بچه است. نه من شماره رو درست گرفتم. خانم شیرمرد. بگین تو کامپیوتر چیز بوده. بگین از اونجا برداشتیم جسارت کردیم. کامپیوتره. به کی واگذار شده؟ کی واگذار شده؟ مگه میشه؟ گوشی بده من. الو سلام خانم، ببخشید. الو سلام، ببخشید آقا، من معذرت میخوام، ببخشید. نه من چیز کردم. نه کاملا صدای شما مردونه است. من یه فکرم که با یه خانم طرف هستم. نه صدای شما مردونه، ببخشید. من برای یه کار دیگه من مزاحمتون شدم. می‌خواستم ببینم که امکان داره که از اون صاحب قبلی که یک خانومی بوده مطمئنا که من فکر کردم شما اونی، اینه آره، یه آدرسی پیدا کنی یا یه جوری که من بتونم پیداشون کنم، یه شماره تلفنی داشته باشین، چون قضیه خیلی حیاتیه. ما در واقع قضیه بچه ایشونه. بچه شما اینا تو کنید. نه بالاخره یه چیزی بین خودتون نوشتی دیگه، یه قراردادی نوشتی، یه قولنامه نوشتی. الان دارم همونو میگم. برابر اینو می‌خواستم، اگه امکان داشته باشه شما داشته باشین خیلی ممنون میشم. که بله، یاد آدرسش شما فرق نمیکنه. آدرس آقا لطف میکنین. آقا لطف میکنین. زنده باشین. خداحافظ. چی گفت؟ گفت میرم صندوقمو نگاه کنم، فکر کنم داشته باشم. یه چیزی نوشته بودیم بین خودمون، فکر کنم آدرس سوار شد. بله بفرمایید. آقا مزاحم نباشیم، ببخشید. شام نخوردی؟ توی یخچال هست. خوردم. داری خاطراتتو مرور میکنی اون تو؟ بسه دیگه سهیلا، بسه. مثل جنابالی شاد و شنگول باشم خوبه؟ مثل زانوی غم بغل بگیرم خوبه؟ مثل تو با اون آقا قرار زیرزیرکی بذارم خوبه؟ زیرزیرکی کدومه؟ یه قرار شام ساده بود، همین. قرار واسه چی؟ واسه اینکه ازم مهلت بگیره چکشو نبرم بانک. خب تو چی گفتی؟ مهلت دادم. مهربون شدی؟ تو نبودی میگفتی عجله داریم؟ حالا 2-3 روز این بر اون بر فرقی نمیکنه. هنوزم که جواب رأی دادگاه نیومده که ما بخوایم نگرانش باشیم. اتفاقا من نگرانم. من اصلا موافق این کارا نبودم. تو بودی که مجبورم کردی بریم اون بیننامه رو جعلش کنیم. حالا معلوم نیست چی شده که به جای رفتن دنبال موندنی. کی به تو گفته من دنبال موندنم؟ شب من احمق نیستم. میفهمم تو واسه چی هی با این یارو میری و میای. سهیلا، ما یه هدف داریم، اونم رفتن از اینجاست. من کاری نمی کنم که به هدفمون لطمه بخوره. خیالت راحت. نه، خیالم راحت نیست. اون از شوهرم که منو گذاشت رفت، اون از خانواده شوهرم که منو به خاطر مشکلی که داشتم از خونه خودم انداختن بیرون. دیگه دلم نمیخواد از خواهر خودم که تازه یاد عشق عاشقی افتاده ضربه بخورم. میفهمی؟ کدوم عشق عاشقی؟ عشقی هم اگه بوده از طرف اونه، نه من. خیلی خوب باشه، تو میگی اون به تو ابراز علاقه کرده دیگه، تو چرا با پا پیش میکشی؟ سهیلا، یادت اون برجی رو که داشت میساخت؟ خب
میدونی که حتی اگه دو سه تا واحد از مغازه‌های اونجورم به ما بده، ما تا آخر عمرمون با خیال راحت در امنیت کامل زندگی میکنیم. آدم وقتی کسی رو دوست داره به خاطر دوست داشتنش هزینه میکنه. پس براش نقشه کشیدی؟ چه اشکالی داره؟ این همه رفتیم دنبال دلمون چی شد؟ یه دفعه بذار بار خودمون رو ببندیم. به همین سادگی اونم هر چی تو خواستی میاره دو دستی تقدیمت میکنه. حالا که فعلا تو خواستگاری آوردمش جلو، فقط مونده نظر دخترش که خب اونم من میدونم باش باید چی کار کنم. پس میگم رفتن و بیخیال شدی نگونه. مگه از روز اول همه چی به رأی دادگاه بستگی نداشت؟ خب اگه به نفع ما رأی بده ما دیوانه این پاشیم از اینجا بریم؟ میمونیم؟ منم با این آقا ازدواج میکنم. اصلا تو مگه فکر کردی این چند وقت دیگه زنده است؟ واسه من تعریف کرد همین چند ماه پیش سکته قلبی کرده بوده، یه دور رفته اون دنیا برگشته. الانم یعنی این قلب استعداد داره، هر آن امکان داره دوباره بگیره سرشو بذاره زمین خداحافظ. منم بلدم چی کار کنم تا اون موقع که همه چیزش مال ما بشه. خب اگه دادگاه به نفع ما رأی نداد چی؟ میریم از ایران. همین دیگه خواهر من، واسه چی بهش وقت دادی؟ اگه دادگاه به نفع ما رأی نده دیوونه که نیست چک ما رو پاس کنه. نمیذارم به روز دادگاه کشیده بشه، فوقش دو سه روز بهش وقت میدم. همون جوری که اون چک رو نقد کردم این یکی رو هم نقد میکنم. چک 2 میلیاردی رو که والا فقط ما چکش رو دیدیم، این یکی هم که نمیدونم دیگه. چی داری میگی؟ اه؟ من رو دادم پول پیش خونه تو مالزی. خب عکساش هم بهت نشون ندم. خیلی خب میدونم. خب آخه پولی در بساط نداریم الان، بالاخره باید اون چک نقد بشه یا نه؟ اون چک نقد میشه سهیلا، اون چک نقد میشه. باشه. تو فکر من فقط دارم واسه خودم این کارا رو میکنم؟ خیالت راحت باشه، چیزی از آقای مهندس به من رسید مال دوتاییمونه. میدونم تو به فکر منی، تا اینجاشم اگه اومدم جلو فقط به خاطر حرفای تو بوده. باید دیگه واقعا خسته شد، دیگه نمیتونم، خسته شدم، میفهمی؟ تمامش کن. تمامش میکنی. الو چی شد؟ کل اون 2 میلیارد دلار میکنی؟ یه حساب به نام من باز میکنی تو دبی، پولو میریزی تو اون حساب، حق و سهمه خودت هم هر چقدر بود بردار. چه خبره 7%؟ من بیشتر از 5% نمیدم. باشه باشه، پس من با یکی دیگه کار میکنم. کاری نداری؟ چی شد؟ با 5% هم میشه کار کرد؟ دلارا رو که ریختی تو حساب من رسیدشو ببینم. بابا خب بیا قشن تعریف کن ببینم چی شده دیگه. هیچی مامان، چیزی نشده. اگه چیزی شده بود که من بهت میگفتم دیگه. آرزو کجاست؟ رفته خرید کنه. خب چی شد؟ مامان جان غذا چی داریم؟ هیچی، جواب منو بده. مامان 3 تا یخچال 2 تا فریزر، یه چی نداریم ما بخوریم؟ یعنی چه؟ این همه شمار تلفن اینجا ریخته، خب زنگ بزن بگو یه چیزی برات بیارم بخوری دیگه. خب همینه دیگه مامان، همینه. چی همینه؟ همینی که هیچ وقت هیچی توی خونه نیست. بابا میگه خانواده نیستیم. نه بعد ما یه بار دور هم جمع بشیم یه شام بخوریم؟ همین خود شما، آخرین باری که بابا نشستین دوتای شام خوردین کی بود؟ آخرین باری که با هم رفتیم بیرون کی بود؟ آخرین باری که پول تو جیبی به من دادین کی بود؟ با همین کارا رو میکنیم، بابا سر میذاره به گوه و دشت بیابون دیگه. میگه من چیکار کردم؟ دقیقاً مسئله همینه که کاری نکردین و نمیکنین. مامان جان یه خورده به بابا بیشتر توجه کنین، بیشتر بهش برسین، بیشتر به من پول تو جیبی بدین. کامران
قلبم اومد تو حلقم. حرف میزنی قشنگ بگی ببینم چی شده، یارم بابات کاری کرده، اتفاق افتاده، کسی که تو زندگی نه ای بابا چند بار بگم مامان جان نه. وایسا ببینم، وایسا چرا قشنگ با من حرف نمیزنی؟ اه مامان جان ببین، شما باید بیشتر هوای بابا رو داشته باشی. بابا ناسلامتی زنشی. خب شما سرت به کار خودت، اونم سرش به کار خودشه. خب اینجوری به هم توجه هم نمیکنین دیگه. اگه شما یه مقدار بیشتر به من پول بدین، به بابام فشار نمیاد، وقت فاصله بینتون نمیافته. کامران مثل آدم حرف میزنی یا کلم از دست تو بکوبم تو دیوار. چی بابا ما هیچی، من رفتم بخوام شب بخیر. وای ببخشید آقا، بری بری ببخشید. حالا حواستون کجا؟ اصلا حواسم نبود، اصلا حواسم نبود. مادرم نیست، برید برید برید. آروم 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 آروم. برو برو. دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی. باری توانگر گفت درویش را، مادرم خانم مسابقه دو نیست که، املا داریم میگین، یکم یواشتر بگید. باری توانگر گفت درویش را، پسر جان بازو با رزه. آخه ایشون از اون کتاب درسی که نمیگه، از خودشون میگه. منو چه، بهش تقلب نرسون، میخوام ببینم آخرش چند میشه. چشم باشه، دیگه دخالت نمی کنم. چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ دیگری گفت تو چرا کار نکنی تا از مزلت خدمت رهایی یابی؟ یار ببینم، بده ببینم. اوه اوه اوه، پس دندونای اینا کو؟ دیگه چرا نقطه نداره اصلا؟ نه دیگه، چون این خودکارم تموم شد دیگه، ننوشت. برو برو برای امشب کافی. خدافز خدافز، فردا بیشتر کار میکنه. حتما خدافز. خدافز عزیزم. خدافز. منوچهر این پسر خیلی خوشقلب و مهربونه، مگه نه؟ مثل بیشتر مردم این خونه. بله، مثل بیشتر مردم این خونه، به شرطی که سرک نکشن تو کار آدم. محترم جان خواهش میکنم کوتاه بیا. آقای میرزاده بنده خدا میخواست ثواب کنه، میخواست تو فیروزه رو آشتی بده. گناه که نکرده، نمیخوای آشتی کنی بگو نمیخوام. نمیخوام. خیلی خوب، نخوا، تمام. بزن دوباره گیم اوور شده. لطیف بله، میخواستی بگی خسارت ماشین ارسلان رو نذاره پای فروش فیلم اثر خودش واکنه؟ این همه من بهش زحمت دادم، دیگه روم نمیشه چیزی بهش بگم. آقا لطیف بیا. همه ای کاراشم کردی؟ سلام بچه، دختر خوبی شدی. بیا ببینم بچه. آقا لطیف میذاشی اینجا بمونه حالا امشب؟ نه بیش خودم باشه راحت ترم. ببخشید با عزت خدا نگه. شما دستگاه من از خونه آقا لطیف برداشتی؟ بله من برداشتم. میدونین این همه بیست میشم بیست میشم مادرش چند شده؟ شده هشت. هشت؟ بله هشت، نه هشت و نیم. هشت و نیم؟ بله بله هشت و نیم شده معادله؟ اونجا این قضیهش فرق میکرد، این اتفاقی بود بابا، خودکارم تموم شده بوده. ببین بذار راحتت کنم، تا امتحانات تموم نشه، نمرهات خوب نشه، دستگاه بی دستگاه فراموش کن. حالا که اینجوری با من رفتار میکنید، میرم پیش مامان جون همه تونو لو میدم که داری اینجا زندگی میکنی. بفرما را باز. مامان جلی میری میگی؟ بابا پی میاد چیو میری میگی؟ آقا لطیف، آقا لطیف شما این بچه رو بده به من مثل چشمم ازش مراقبت میکنم، خیالت راحت بگیر بخواب. نه بابا این چه حرفیه میزنی؟ شما بیخواب بشین من... اشکالی نداره، به خاطر تو اتاقم اصلا من بیخواب بشم از بیخوابی شما، از فکرم پیش شما. اشکالی نداره، بگی من بیخوابی. خب یه نفر بیخواب بشه دیگه. چه خلاصه جکی جان اومد، جکی جان اومد. آره از اون بر آرنولدم که
قبلش حالا من براتون تعریف کنم، خیلی فیلم قشنگیه. آره، یه بار ازتون ببخشید دیگه، ببخشید کیف منو لطف می‌کنی، خیلی فیلم قشنگه. خیلی من اینا رو قبل بعدا مفصل ای بالا آوردی. چرا ای وای بالا آوردی؟ خب میخواین در بیان لباس داره من براتون قشنگ اوتو میکنم. شب بخیر شبتون بخیر. منیر خانم منیر خانم. بله محترم خانم. این بچه چی میگه؟ چی میگه؟ چرا باش دعوا میکنی؟ این چه طرز برخورد با یه پسر نوجوونه؟ چی شده؟ این پسر خیلی آقاست، درس نخونده، عیبی نداره، قول داده شهریور جبران کنه، من و منوچهرم داریم باهاش کار میکنیم، اتفاقا خیلی با استعداده. فقط به این دستگاه منم بده. منیر خانم جانم، میشه ازتون خواهش کنم این دستگاهی که مانی جون میگه رو بهش بدین؟ من خودم تضمین میکنم که تو شهریور با نمره‌های بالا قبول بشه. اجازه بدین در کنار درسی که با من و منوچهر میخونه یه کمی بازی هم بکنه. والا چی بگم؟ بله بگیم بیاد بالا بهش میدیم. خیلی ممنون ازت. ببین اگه بهت ندادن بگو، خودم میام برات میگیرم. برو. اون همونجا میخوره. این ستارم باید بزنی پشت تلویزیون. حواست هست؟ خیلی خوب. بده اینجا. اینم آر. دسته منو با دسته خود قاطی نکنی فقط. حواست هست. بستم یه در پتو اینو میدیم. پتوش کجاست؟ پتوش همون بله دیگه. اصلا اگه یه زحمت دارم دارم. بگی پتو رو بده. اینجا بشین نقشه مهناز دیالوگاشو بخون تو. آزان بلند شو برو وصلش کن دیگه. چرا مهناز کی بازی میکنه؟ مهناز خانم خسروآبادی بازی میکنه. خانم خسروآبادی نقش زن شما رو بازی میکنه. من با این عکس بگیرم. بخور. چه منطق نداره اینجوری سفید کله کچل صورت چوب کسی نمیخوره منطق. یه همایی میکنم با این یه عکس بندازم. حالا این دفعه اومد میگیم عکس بگیر فلان تو بخون کار. آقا شما منطق اصلا این دریا نذارین بخون. خیلی خوب باشه ولی اصلا نمیخوره منطق این قضیه به شما. سناتون اختلاف سنتون زیاده، یه کاری باید بکنید. چیکار کنی؟ بوتاکس کنی، یه کار بکنی، چون موهاتو رنگ بکنی. منطق میخواد ببین بخون موهاتو رنگ بکنی. حل دیگه منطق این باید در بیاد بالاخره. نه تو هم از صورت دست نخورده دوست دارم. صورت دست نخورده دوست داری؟ تو خودت بخن. بیا اینجا چروک داره. باید بری چاله، اون چاله. همین چاله رو هم امروزی ها برمیدارم با بوتاکس پر میکنم. خیلی جوونی باشه. همین کارا رو میکنی جوون. اولا بازی کنی فیلمت نمیفروشه داداش. آره بابا فیلم خوده. من یه پخش کننده پیدا کردم. فیلم تو 100 میلیون میخره. عالی. 100 میلیون؟ 100 میلیون آره. ببین گفت ندید 100 میلیون میخره. آقا 100 میلیون ما هزینه کردیم دیگه. آقا چون هزینه کردیم که بالاخره ذهنی با آقای فرهان داری بعد نیست فیلم رو بفروشه. فرهانه یه نگران دین آقا فرهان به خودت چه فرقی میکنی؟ تو به آقا فرهان دین داری، آقا فرهان به من دین داره. بعد میگم آقا میرزاده بعد ببین ممکنه این وسط یه دینی هم ادا بشه 100 میلیون هم گیرت میاد دیگه. بفروش بره دیگه پول ماشین منم جوره. باشه بلندشو برو بس کن برای منم بارسلون بردار. دسته منو برمی داری میام باشه بارسلون. بله بارسلون. الان میخواین سحر بیدارشین بارسلون؟ نه 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 آقا میزنی شما نگرانش. من الان خاموشی میگم. چی خاموشی؟ ما میخوام بازی کنیم. یه دست بیشتر بازی نمیکنم. یه دست بیشتر بازی نمیکنم. یه دست تو نه نه دو تا هفته ایمه. خیلی خوب سری بازی کنم. دو سحر میخوام بیدارشین. اون که خودتو تکون نده من خوابم میگیره. خب خوابش عمیق شه. آروم عمیق شه دیگه. اینقدر سختمه ها. پاهمم دیگه تکون نمیده. خیلی سبک میخوابه. پاهمم خسته شده. مجبورم از همه بدنم استفاده. یکی همیشه هست که عاشق منه.